دوستان عزیزم سلام، امیدوارم هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید. به برنامه خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز قراره که در کنار هم یک آش سرماخوردگی فوق‌العاده خوشمزه و آسون رو به نام آش برنج آماده کنیم. موادی که نیاز داریم شلغم، پیاز، سیر، سبزی آش شامل جعفری، گشنیز و اسفناج، چند تیکه قلم و یا یه تیکه ماهیچه، برنج، بلغور گندم، لپه، نعنا خشک، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پودر زیره. ابتدا داخل یک قابلمه 3-4 قاشق غذاخوری روغن می‌ریزیم. 2 تا پیاز متوسط نگینی خورد شده رو بهش اضافه می‌کنیم و با حرارت متوسط اون رو تا جایی تفت می‌دیم تا سبک بشه. پیازها رو تفت دادیم. پیازها برای این آش نباید سرخ بشن، فقط در حد اینکه شیشه‌ای و سبک بشن کافیه. خب توی این مرحله 3 حبه سیر ریز خورد شده رو هم اضافه می‌کنیم به همراه 2 قاشق چایخوری زردچوبه و 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه و با حرارت ملایم اونها رو هم حدود 30 ثانیه تفت میدیم تا عطر سیر و ادویه ها آزاد بشه. خب دوستان، بعد از اینکه ادویه ها و سیر رو هم یه تفت کوچولو دادیم، 3 قاشق غذاخوری نعنا خشک رو اضافه میکنیم و برای 20 ثانیه تفت میدیم. خب حالا 1 لیوان لپه رو که از چند ساعت قبل داخل آب سرد خیس کردیم، آبش رو تو این مرحله دور می‌ریزیم و لپه رو اضافه می‌کنیم. 1/2 لیوان برنج و 3 قاشق غذاخوری بلغور گندم به همراه 2 تا تیکه قلم. میتونید به جای قلم از 1 تیکه ماهیچه هم استفاده کنید. خب حالا نوبت اضافه کردن آب هست. حدود 6 پیمان آب رو هم توی مرحله اضافه میکنیم. حرارت رو زیاد میکنیم و میذاریم که به جوش بیاد. وقتی که جوش اومد، کف روی قابلمه رو میگیریم، حرارت رو روی درجه متوسط میذاریم، در قابلمه رو میبندیم و میذاریم برای 30 دقیقه بجوشه. خب دوستان، نیم ساعت از پخت آش گذشت، لپه نیم پس شده، برنج و بلغور گندم هم کم کم لعاب خودش رو پس میده. حالا نوبت سبزی میرسه. 200 گرم سبزی خرد شده داریم که شامل جعفری، گشنیز و کمی اسفناج هست. اون رو اضافه می‌کنیم. 4 تا شلغم متوسط رو باید خرد کنیم. میتونید اون رو به صورت نگینی ریز خرد کنید و یا اینکه مثل من اون رو رنده کنید. توصیه می‌کنم اگر این آش رو برای کسی درست می‌کنید که زیاد از شلغم خوشش نمیاد، شلغم ها رو به این صورت رنده کنه، چون بعد از پخت اصلا به چشم نمیاد و طعم و مزه اون هم حس نمیشه. خب شلغم رو اضافه میکنیم. به همراه مقداری نمک و 1 قاشق چایخوری پودر زیره. میتونید پودر زیره رو حذف کنید. حالا مواد رو خیلی خوب با هم مخلوط میکنیم، یه هم میزنیم. خب اگر آش احتیاج به آب بیشتری داشت، فقط آب در حال جوش به اون یه مقدار اضافه میکنیم. حرارت رو روی درجه متوسط میذاریم، در قابلمه رو میبندیم و میذاریم برای 45 دقیقه تا 1 ساعت آشمون کاملا جا بیفته و آماده بشه.
خب عزیزان، یک ساعت دیگه هم گذشت. آشمون کاملا پخته و آماده شده. قلم ها مزه خودشون رو به آش دادن و آش رو فوق‌العاده خوش عطر بو کردن. همونطور که میبینید شلغم های رنده شده کاملا آب شدن و داخل آش مشخص نیستن. یک آش فوق‌العاده خوشمزه و پرخاصیت، مناسب افراد سرماخورده و همینطور مفید برای پاکسازی معده و روده. به به جای همگیتون خالی. من خودم عاشق سوپ آش هستم و این آش هم یکی از آشهای مورد علاقه من هست. گذشته از خوشمزگی و خاصیت اون، خیلی سریع، آسون و راحت آماده میشه. امیدوارم که این آش خوشمزه رو به همین روش آماده کنید. مطمئنم که خیلی خوشتون میاد. زمان سرو میتونید یه مقدار ماست به این آش اضافه کنید و نوش جون کنید. لطفا لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. روز و روزگار بر همگی خوش. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.